تعدادی از افسران نیروی هوایی ارتش عراق با مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه دیدار و گفتگو کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شیرازی این هیئت متشکل از سرهنگ دوم خلبان محمد عبدالحسین فرمانده واحد هوایی فرات اوسط، سرگرد خلبان علی عادل عباس سروان خلبان جاسم عبدالمحمد و همچنین سطوان یکم خلبان محمد صباح بود بر اساس این گزارش عارف نصر الله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت در جمع افسران نیروی هوایی ارتش عراق گفت نیروی هوایی ارتش عراق در جنگ با سنی های تندروی داعش به صورت فعال و گسترده مشارکت داشته و کمک های شایان به کشور و ملت عراق ارائه کرده و با حملات دقیق و قاطع هوایی نقشی به سزا در شکست تروریسم در این کشور ایفا کرده است. او با اشاره به استفاده گروه تروریستی داعش از سالخوردگان زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی در دفاع از مواضع خود خطاب به افسران حاضر گفت نقش مهم اساسی و حرفهای شما در انهدام مواضع مهم دشمن برای همه آشکار بود به صورتی که حملات و ضربات نیروی هوایی عراق به مخفیگاه های گروه های تروریستی موجب ایجاد رعب و وحشت در دل آنان شد و به تضعیف توانایی های جنگی آنان انجامید مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظل تأکید کرد شما دارای اصول والایی بودید و هدفتان در دفاع از سرزمین و دین و مقدساتتان آشکار بود شما عراق را در قلب خود و در مقابل چشمانتان قرار دادید